تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. چه شیرین است تلاوت قرآن، شیرین تر فهمیدن قرآن، شیرین تر عمل به قرآن، شیرین تر رسوندن قرآن به دیگران. خدایا تو رو به حق خود قرآن و کسانی که در قرآن از اونها ستایش کرده ای، همه این شیرینی ها را به همه ما بچشون. آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای گفتیم، جزء پنجم رسیدیم از اول قرآن، سوره نساء آیه 36 با هم بشنویم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این آیه فرماد که وعبد الله، بندگی خدا کنید، لا تشرکوا به شیئا، هیچ کس همتای خدا قرار ندید، کنار خدا چیزی قرار ندید. یه وقت منافقین آرمشون بود به نام خدا و به نام خلق، به نام خدا و به نام خلق شرک، کنار خدا هیچی نباشه. بعد از توحید و بالوالدین احسانا، به والدین احسان کنید، به والدین احسان کنید. والدین بعد از توحید قرار گرفته، یعنی بعد از خدا والدین، نگفته بالوالدین المؤمنین، پدر و مادر چه خوب چه بد باید احسان کرد، نگفته بالوالدین الحیین، پدر و مادر چه مرده چه زنده باید احسان کرد، نگفته بالوالدین احسانا تا کی، 30 سالگی 40 سالگی، اگر آیت الله عظمام شدی دست مادر بی سواد ده ببوس، رئیس جمهور هم شدی دست مادر ده ببوس. نگفته بالوالدین الاحسان، یه احسان مخصوص نیست، احسان مطلق، هر چی اون میخواد، میگه بنشین، میگه برو، میگه آب بده، میگه بریم پارک، میگه بریم مسجد، میگه بریم حمام، هر چی که اون میگه. نگفته بالوالدین حسنا، اگه میگه بالوالدین حسنا نیکی کن، احسان کن، یعنی نیت نیکی کن. اگر یه جنوبی تو دریاها تاب بخوره تا نیت غسل نکنه، بازم جنوبه، باید نیت غسل کنه. صد مشت آب بزنی به صورتت تا نیت وضو نکنی وضو نداری. نگفته بالوالدین حسنا، گفته احسان، یعنی بعدم نگفته به والدین انفاق و پولشو بدی. خیلی وقتا پدر مادر پول نمیخوان، محبت میخوان. خدا چی گفتی؟ گفته یک، بندگی من، دو، هیچ کسی کنار من قرار ندی. آخه زشته شما بگی آقای غلطی من هم تو رو دوست دارم هم سوسکو، آقای توهین به منه. شما بیای صورت منو ببوسی، بعد که صورت منو ببوسی خودکارم ببوسی، هی همچی کنم میگم به تازه من شدم مثل خودکار. یعنی اگر منو ببوسی خودکارم ببوسی به ما بر میخوره، بگی خدایا تو خوبی، بعد بگی غیر خدام خوبه. پلو خدا چیزی قرار ندید، فقط یک تا پرستی، احسان به والدین، دیگه چی؟ و به ذل قربا، فامیل ها، سله رحم عمر رو طولانی میکنه. زندن فامیل سله رحم هم معناش اینی که بدیم عمه و خاله رو ببینیم، باید چیزی هم داد. چون یه حدیث داریم پول که جمع میشه به چند دلیل جمع میشه، یکی اینکه آدم صله رحم نمیکنه، صله رحم نکنه پول جمع میشه، این چه؟ یعنی اگه به صله رحم پولا رو بدی جمع نمیشه. پیداست صله رحم همراه با کمکه، به خصوص اونایی که نیاز دارن. اصلا اگر فامیلت فقیر باشه جای دیگه پول خرج کنی ارزشی نداره. لا صدقه و ذو رحم محتاج، حدیث داریم افراد هستن تو فامیلشون پر از فقیره، این پولش جای دیگه خرج میکنه، اول به فامیل میرسه، به فامیل. والیتاما، یتیم ها، مساکین، مسکین، مسکین از مسکنه، مسکن یعنی خونه، مسکین یعنی کسی که ابی پولی تو خونه میشینه، میگه برم بیرون بچم گریه میکنم میبینم میخواد پول ندارم، برم عروسی لباس شیک میخواد لباس ندارم، برم بیرون غذا بخورم باید اونها رو مهمون کنم جا ندارم پول ندارم، از بی پولی تو خونه میشینه. مسکن یعنی خونه، مسکین کسی که از بی پولی تو خونه میشینه.
والجار ذی القربا، همسایه‌ای که هم همسایه‌ن هم فامیل، والجار الجنوب، هم همسایه‌های نزدیک و همسایه دور، و صاحب بالجنب، اون یار هم نشین، هم سفر بوده، بالاخره یه ملاقات مختصری هم داشته، و ابن السبیل، کسی که تو شهرش بعدش خوبه، فعلا تو بیابون، تو شهر غریب بنزینش تموم شده، ماشینش تو در افتاده، کشتیش غرق شده، پاساژش سوخته. ابن السبیل اینه الان تو را مونده. بعضی ابن السبیل رو توصیه میدن، تو اومده درس بخونه، تو دوره دانشگاهی پولش تموم شده. یعنی الان دانشجوه ولی خب الان بی پول شده. و ما ملکت ایمانکم، برده ها که داریدون اینها رو هم احسان کن، احسان به عجب دینی داریم. ما اصلا لذت میبره، اصلا کیف میکنیم که مسلمونیم. تو یک آیه خدا رو گفته، برده هم گفته. اول آیه میگه و عبد الله، بندگی خدا کن، آخرش میگه و ما ملکت ایمانکم، مواظب بردم باش. تو یک آیه هم خدا هم برده، تو یک سطح هم شطور هم آسمون. ال الابل کیف خلقت، ال السماء کیف رفعت. زیبایی قرآن اینه که این رقمه با هم تلفیق کرده. بعد میگه که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خداوند هرگز متکبر و فخر فروش رو دوست نداره. پیداست که اگر عبادت خدا نکنی متکبری، اگر احسان به فامیل نکنی متکبری. خب عرض کنم با حضور شما که مسائلی که تو این آیه هست اینه که تنها عبادت خدا کافی نیست، دوری از شرک هم لازمه، دوری از ریا هم لازمه. چون اگر انسان خدا رو عبادت کنه، از آمریکا هم اطاعت کنه، بگه هم خدا هم آمریکا. مثلا میگیم قدیم میگفتن، میگفتن خدا شاه میهن، شاعرم اشاره میگفت، میگفت چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، یعنی چه خدا دستو بده چه شاه، هر دو باید اطاعت کنیم. خب این شرکه. وقتی میگیم خدا، قل الله قرآن میخونم، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا دیگه باقی برس دور. لا یخافون فی الله لومت الله، وقتی رضای خدا بود دیگه از مطلعی که مردم نترس. نگو حالا من تو این جلسه پاشم نماز بخونم همه نگاه میکنن، تو یه مش بی حجاب من حجاب داشتم همه نگاه میکنن. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی برس دور. هم عبادت خدا هم دوری از شرک و ریا. نیکی به پدر مادر در کنار بندگی خدا مطرح شده. خداپرست واقعی کسی است که به بستگان، محرومان، همسایگان تعهد و مسئولیت داشته باشه. افراد داریم نماز بخونن ولی به فقراش کمک نمی‌کنن. یه بار حضرت اومد تو مسجد فرمود قم، قم یعنی پاشو برو بیرون، قم 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 قم، پنج دفعه گفت برو بیرون. گفتن یا رسول الله چرا نه از مسجد بیرون می‌کنی؟ گفت اینا نماز بخونن زکات نمیدن. زکات مهمه. در قرآن به هیچ عبادتی رو نمیگه پیغمبر از اینا که ای عبادت کردن تشکر کن. تشکر کن نماز جمعه رفتن، نماز جماعت رفتن. تشکر کن مکه رفتن، تشکر کن جهاد رفتن. امر معروف و نهی از منکر کردن تشکر کن. فقط به یه جا یک آیه داریم تو قرآن که به پیغمبر میگه تشکر کن. و اون اینا که زکات دادن. میگه خذ من اموالهم صدقه، اگر از مردم زکات گیر و صلی علیهم. درود بفرست بر اینا که زکات، نمیگه درود بفرست اینا که مکه بودن یا نماز خوندن یا جبه بودن، میگه به زکات دهنده درود بفرست. ان صلواتک سکن لهم. ببینید ما قرآن میگه بندگی خدا، بندگی خدا وقتی کامله که کنارش رسیدگی به فامیل، مسکین، ابن سبیل، یتیم باشه. همسایگان دورم به انسان حق دارن، و جار جنوب، جار یعنی همسایه جنوب، این دور همسایه دور. یکی در فارسی میگیم فلانی جنوبه، جنوبه این دوره، یعنی نباید دست بذاره به قرآن، نباید مثلا وارد مسجد بشه، یعنی خودشو دور داره از، به جنوب هم میگن جنوب چون باید دوری کند از بعضی از مقدسات، طقس کنه. در احسان کردن اولویت رو در نظر بگیر، اول والدینه، بعد فامیله، بعد یتیمه، بعد مسکینه. یعنی این قرآن هر وقت کلمات رو به ترتیب میگه، اون ترتیبی که میگه یه نکته توشه. مثلا میگه ان الصفا والمروه، چون حاجی ها از کوه صفا باید شروع کنن، صفا دل اومده. مثلا میگه ينفقون اموالهم باللیل و النهار، اول اسم شب بره، پول خرج کنید، پول بدید به فقرا، اول میگه شب بعد میگه روز، یعنی کمک شبانه بهتر کمک روزانه. سرن و علانیه، اول کلمه سر رو میگه، در چند تا کلمه اونی که اول میگه مهمتره. اینجا وقتی میگه کمک کن، اول میگه احسان به والدین، بعد میگه ذی القربا فامیل، درجه سه یتیم،
درجه 4 مسکین، درجه 5 فامیل همسایه های فامیل، درجه 6 همسایه های دور، یاران هم نشین. بعد بعدن ابن سبیل، بعدن برده ها. یعنی اگر اینجا اسم نه گروه برده شده به همون ترتیبی گفته شده، عنایت هم هست که اینا اولویت رو در نظر بگیره. احسان به پدر و مادر باید همراه با تواضع باشه. در ابتدای آیه سفارش به احسان میکنه، در آخرش میگه متکبر نباشید. آخه گاهی وقتا آدم میگه خب مادر بیا پول رو بگیر داشته باش، همچین یه ژست میگیره پول رو بگیر داشته باش، قیافه میگیره که میگم ببینید وقتی میگم بالوالدین احسانا، آخرش میگه خدا متکبر دوست نداره ده. یعنی باد نکنی، دست مادرت هم ببوس، هم پولش بده هم دستش ببوس، چپش هم جفت کن. اینطور نباشه که حالا فکر میکنی اون تو رو زاییده، تو که اون نزایدی، که تو همه از اونه. بنابراین باد نکن. میگه احسان میکنی بعدم اصلا در جامعه هم میتوره، حدیث داریم وقتی پول میده به فقیر دست داده ببوس، برای که قبل از اینکه فقیر پولو بگیره خدا پولو میگیره، ان الله یأخذ، خدا میگیره. وقتی خدا میگیره پس دست فقیر دست خداست، دستت که تو دست خدا رسید بعد اون پولی که گذاشته تو دست فقیر دستت ببوس، به دست خدا رسیده. دین ما دینی است که کمکش با ادب مهمه، کمک کن احسان کن، اما خدا متکبر دوست نداره. چون گاهی وقتا انسان یه پولی خرج میکنه یه پوزی هم میده. یه گروهی از مکه آمدن ستایش یکی از اینا رو کردن پلو امام، که آقا تو کارمون ما یه آدم بود بچرت خوب بود. گفتن خب چی بوده؟ گفت هر جا میرسیدیم این مشغول عبادت میشد. حضرت پس کاراشو کی میگه؟ ها غذا میخوردید ایچه میگه؟ گفتن نه ما افتخار داشتیم ما غذا میپختیم ظرفا رو میشستیم، ولی ایشو عبادت میگه. فرمود ظرف شستن شما از عبادت او بهتره. از زیر کار در میرفتن میرفتن نماز خونده که هنر میشه. یه جا دیگه از کاروانی از مکه آمدن گفتن آقا فلانی بسیار خوب بود، هر جا میرسیدیم یه گوسفند میکش به همه کباب میداد. فرمود کاری غلطی کرد، به خود حضرت به خودش اون کار غلطی کرد. گفت آقا چه کردم؟ خرج اونا رو میدادم. گفت بله خرجی میدادی اونا بله قربانگو بار میمدن. اگر یه کسی خرج منو داد منو برد مشهد، من باید برو زیارتنامه بخونم و خار میشم، ما باید برای عمه و قرآن بخونم، برای مرداش فاتحه بخونم. یعنی باید اگر یه پولی میدی پول با کرامت باشه، یعنی همراه با عزت باشه، اینم مهمه. بنده طلبه جوانی بودم کنار مدرسه نشسته بودم، یه تاجر با یه کیف آمد یه جستی گرفت گفت این پول رو بگید 5 تومن بگید یه سوره قرآن برای مادرم بخون. منم دست کردم کیسم یه 10 تومن داده بودم، این 10 تومن بگید یه سوره قرآن به پدرم بخون. او گفت 5 تومن بگید برای مادرم بخون. من گفتم 10 تومن بگید برای پدرم بخون. گفتم اینا داره تو این پولی که میدی میگی پول بگی قرآن بخون، منو تحقیر میکنی، قرآن هم تحقیر میکنه. اگر تحقیر نبود چرا تو گاخه من قرآن بلد نیستم؟ گفتم تو من یه رو قرآن بخونم تو یه رو قل هو الله بخون. قل هو الله که بره دیگه. بعضیا که پول میدن افطاری میدن پوزم میدن، میگه اگر احسان میکنی پوز نده، تکبر نکن. خدا یادمون بده چه کنیم. بعضیا احسان نمیکنن، بعضیا خداپرستن بر قرآن رو آمریکا میگن، بعضیا به فامیل نزدیک میدن فامیل دور غافل میشن، بعضیا به مدیرشون افطاری میدن به نوکرش افطاری نمیدن، به برده ها افطاری میدن، بعضی افطاری میدن پوز میدن. خدایا در همه جا اهدنا الصراط المستقیم دستمون رو بگیر. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.